رایگیری برای همه پرسی ادامه عضویت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از ساعت هفت صبح روز پنجشنبه سوم تیر در سراسر بریتانیا آغاز شده اخذ رای تا ساعت 22 شب ادامه خواهد داشت و احتمالا اعلام نتایج آن تا چهار صبح بامداد جمعه به طول خواهد انجامید طبق قوانین بریتانیا برای شرکت در هر گونه رأیگیری لازم است افراد واجد شرایط پیشاپیش پیش نزد مراکز محلی ثبت نام کرده باشند طبق آمار منتشر شده حدود 46 میلیون و 500 هزار نفر برای شرکت در همه پرسی عضویت در اتحادیه اروپا ثبت نام کردند که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود. جمعیت بریتانیا کمی بیش از 65 میلیون و 100 هزار نفر تخمین زده شده است. برخی از تحلیلگران گفتند با توجه به اینکه نتایج این همه پرسی برای کل بریتانیا یعنی انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی سرنوشتساز خواهد بود، احتمالا بزرگترین مشارکت تاریخ این کشور در جریان این همه پرسی رقم خواهد خورد. مقامات کابینه بریتانیا میزان مشارکت مردم در همه پرسی را بیش از 65 درصد پیش بینی کردند. بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی ها که شامگاه چهارشنبه منتشر شد، رقابت حامیان و مخالفان برگزیت شانه به شانه بوده و نتیجه این همه پرسی به میزان زیادی بستگی به آرای خاکستری که حدود 10 درصد برآورد شده است خواهد داشت. علاوه بر آرای خاکستری به گفته تحلیلگران انتخاباتی، میزان مشارکت جوانان، زنان، گروه های قومیتی، طرفداران اتحادی های کارگری و ساکنان ویلز، اسکاتلند و ایرلند شمالی نقش تعیین کننده در این همه پرسی دارد. این همه پرسی به نوعی رویارویی نسل ها نیز هست چرا که بر اساس نظر سنجی ها اکثر جوانانی که در آن شرکت می کنند خواهان باقی ماندن در اتحادیه اروپا هستند اما بیشتر میان سالان و سال که تعداد زیادی از شرکت کنندگان را نیز تشکیل می دهند می گویند بریتانیا باید از اتحادیه اروپا خارج شود دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه دوم تیر ماه در یک تجمع حزبی در بیرمنگام بار دیگر گفت که ماندن در اتحادیه اروپا کشورش را قویتر، بهتر و امتر می کند. آقای کامرون تصریح کرد این رای اگر ما اتحادیه را ترک کنیم بازگشت ناپذیر است. اگر شما از هواپیما بیرون بپرید دیگر نمی توانید با آن برگردید. این انتخاب فقط برای این پارلمان یا برای پنج یا ده سال آینده نیست. این انتخابی برای تمام عمر و به ویژه برای جوانان کشورمان است. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر نیز در جمع هواداران این حزب در لندن گفت: در رای گیری به آنچه برای مردم بهتر است رای دهید. به اشتغال، حقوق کار، خدمات سلامت ملی رای دهید. به باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا رای دهید. نیکولا استرجن وزیر اول اسکاتلند نیز چهارشنبه گذشته در سخنانی ضمن مخالفت با خروج از اتحادیه اروپا گفت من خواهان نتیجه هستم که حاکی از باقی ماندن همه بخش های بریتانیا در اتحادیه اروپا باشد این چیزی است که امیدوارم روز جمعه آن را جشن بگیریم مرکز مالی شهر لندن اکثر رهبران کسب و کار و صندوق بین‌المللی پول نیز با توجه به آثار منفی خروج از ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا حمایت می کنند. اگر مردم بریتانیا به خروج رای دهند این تصمیم بلافاصله عملی نخواهد شد و این کشور در این مرحله همچنان عضو اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند اما روند خروجش که دست کم دو سال به طول خواهد انجامید شروع می شود. پیروزی حامیان برگزیت یا خروج از اتحادیه اروپا احتمال دست یافتن بوریس جانسون شهردار سابق لندن و از رهبران کارزار تبلیغاتی حامی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به رهبری حزب حاکم را افزایش میدهد رهبران اتحادیه اروپا از جمله ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه آنگلا مرکل صدراعظم آلمان از رای دهندگان بریتانیایی خواستند که با دوراندیشی پای صندوقهای رای بروند ژان کلود یونکر گفته نتیجه این همه پرسی تغییر و نهایی خواهد بود رئیس جمهوری فرانسه نیز گفته است خروج احتمالی بریتانیا میتواند تهدیدی برای دسترسی به بازار اروپا باشد صدر اعظم آلمان نیز گفته ترجیح میداد بریتانیایی ها به ماندن رای بدن اما تصمیم نهایی با شهروندان آن کشور است بریتانیا در کنار فرانسه از اعضای فعلی اتحادیه اروپا در شورای امنیت سازمان ملل است که از حق وتو برخوردار است این کشور از مهمترین متحدان ایالات متحده و یکی از مؤسسین پیمان آتلانتیک شمالی است یانیس استولتنبرگ دبیرکل ناتو در مصاحبه با روزنامه گاردین گفته بریتانیایی قوی در اتحادیه اروپایی قوی هم برای بریتانیا و هم برای ناتو خوب است چرا که ما همه در برابر چالش های امنیتی بسیار مهمی قرار داریم که تروریسم از جمله آنهاست رویترز میگوید بازار مالی آمریکا نیز در حال حاضر متمرکز بر نتیجه همه پرسی بریتانیاست. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با اعضای هیئت دولت با اشاره به اعتراضات انتخاباتی سال 1388 گفته ممکن است برخی افراد به دلیل گرایش های خاص خود تمایلی به حضور سریح در مقابل فتنه نداشته باشند اما نباید از او هم به نفع فتنه بهره برداری شود. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه دو تیر در سخنانی پیش از صرف افتار با حسن روحانی رئیس جمهور و همکاران او گفت در شرایط فتنه همچون غذایای سال 88 نباید سخن، سکوت، اقدام و حتی نوع نگرش موجب تقویت فتنه شود. رهبر ایران از اعتراضات صورت گرفته به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1388 تحت عنوان فتنه یاد می کند و در طول هفت سال سپری شده از انتخابات بارها کسانی که با آن اعتراضات مخالفت نکردند را مورد انتقاد قرار داده است. در هفته های اخیر تقاضا برای اقدام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای رفع زندان خانگی رهبران اعتراضات سال 1388 بالا گرفته است. آقای خامنه در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به موضوع حقوق بالای برخی مدیران دولتی گفت بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه ها در حد معقول است. وی تصریح کرد دریافتی های کلان مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود. رهبر جمهوری اسلامی گفت موضوع حقوق های نجومی در واقع حجوم به ارزش هاست. اما همه بدانند که این موضوع از استثناء هاست و اکثر مدیران دستگاه ها انسان های پاک دست هستند. اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتما با آن برخورد شود. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول خود برای پیگیری موضوع گفت این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتما به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود. در همین حال غلام حسین محسنی اجرایی معاون اول قوه قضاییه در خصوص های حقوقی گفت این حقوق های نجومی به هیچ وجه قابل قبول نیست هرچند که عده زیادی شاید نباشند که حقوق نجومی میگیرند اما به هر تعداد هم که باشند قابل قبول نیست و اینکه بخواهند مثلا ماهی 57 میلیون بگیرند اصلا انصاف نیست و قابل قبول نیست سخنگوی قوه قضایی شامگاه چهارشنبه دو تیر در برنامه تلویزیونی گفت در یک وزارتخانه پنجاه نفر حقوقشان بالای چهل میلیون تومان است وی افزود سازمان بازرسی کل کشور کار بررسی را آغاز کرده است و به هر مقدار هم نتیجه برسد همان را گزارش می دهد. ماجرای فیشهای حقوقی برخی مدیران دولتی اخیرا خبرساز شده است. علی شکوری راد، دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران در این باره گفته است مانور دادن روی فیش های حقوقی برای گمراه کردن افکار عمومی از تفخص درباره چپاول های رخ داده در دولت های نهم نه و دهم ده است. دولت آقای احمدی نژاد با ارائه دو لایحه به مجالس هفتم و هشتم و تصویب این دو لایحه توسط مجلس پایه‌گذار حقوق های نجومی کنونی است. این فعال سیاسی میافزاید کسانی که امروز دریافتهای نجومی برخی مدیران را در بوغ و کرنا می کنند، همانهایی هستند که هشت سال در مقابل های تاریخی و چپاول بیتالمال سکوت کردند و به خیانتهای انجام گرفته به بیتالمال اعتنایی نکردند صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و از چهره های حامی دولت روحانی نیز گفته هدف از انتشار فیش های حقوقی مدیران بانک ها و مدیران دولتی زمین زدن دولت روحانی است و ادهی می خواهند بگویند مردم بدانید دولت تدبیر و امید دولتی که به آن رأی داده اید در شرایطی که بخش قابل توجهی از مردم و حقوق بگیران و بازنشسته ها حقوق کمی دریافت می کنند و عده زیادی بیکار هستند و مردم مشکلات زیادی دارند به مدیران ارشد دولت تدبیر و امید حقوق های 150 میلیونی پرداخت می شود. ژان مارک ارو وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرده میخواهیم همکاری ما با تهران دراز مدت باشد وی روز چهارشنبه دوم تیر ماه در نشست خبری مشترک با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت به خاطر توافق هسته که جواب تاریخی نسبت به برنامه هسته ای ایران بود باید به شما تبریک گفت پس از این توافق برای ایران راه جدید باز شد و فرانسه میتواند شریک بزرگی باشد وی همچنین خبر داد که در مورد موضوعاتی مثل سوریه، لبنان و وضع دردناک یمن و اثرات صلح در خاورمیانه از طرف فرانسه مذاکراتی با همتای ایرانی داشته. وزیر امور خارجه فرانسه گفته توافق با ایران خودرو که به ارزش 400 میلیون یورو در طول چهار سال سرمایه گذاری شده که نشان میدهد مؤسسات فرانسه در ایران میخواهند سرمایه گذاری کنند به تصریح این همکاری ها به وضعیت تحریم ها وابسته است و ما سعی میکنیم همه تحریم ها برداشته شود و این بین ما اعتماد ایجاد می کند. ما سعی میکنیم صحبت های مستقیم و شفافمان را با آمریکایی ها ادامه دهیم تهران هم به همکاری با اروپا ادامه خواهد داد و تاکید میکنیم به دنبال تعامل با ایران از طریق کارهای دوجانبه هستیم تا ایران فرصت فعال شدن مجدد در صحنه بین الملل را داشته باشد وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت فرانسه میخواهد دانشجویان ایرانی بیشتری به این کشور بیایند و در دانشگاه فرانسه تحصیل کنند و از این طریق با جوانان فرانسوی آشنا شوند و این برای روابط خوب است. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در فرانسه گفته خرید هواپیما از شرکت آمریکایی بوینگ می تواند مشکلات مربوط به خرید هواپیما از شرکت ایرباس را رفع کند آقای ظریف روز چهارشنبه دوم تیرماه و در جلسه کمیته دفاعی و امور خارجی سنای فرانسه گفته جمهوری اسلامی ایران می تواند 118 هواپیمایی که قرارداد خریدش با ایرباس را بسته بخرد و هم 100 هواپیما از بوینگ قرارداد خرید 118 فروند هواپیمای مسافربری از ایرباس در جریان سفر سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه میان دو کشور به امضا رسید اما ایرباس بعدها اعلام کرد که نگرانی ها از تجارت با ایران مانع نهایی کردن قرارداد فروش هواپیماهای مسافربری به تهران است در دیگر شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز از سرگیری پروازهای خود به تهران را حدود سه ماه به تعویق انداخت. به نوشته روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف بریتیش ایرویز آغاز مجدد پروازهای خود به تهران را به دلیل آنچه مشکلات فنی عنوان شده به یازدهم شهریور ماه موکول کرده است. بریتیش ایرویز بهمن ماه پارسال در سایت رسمی خود خبر داده بود که هواپیماهایش در پی لغو تحریم ایران از 24 تیر ماه پروازهای خود را به ایران از خواهند گرفت. قرار بود هواپیماهای این شرکت شش روز هفته در مسیر لندن تهران پرواز داشته باشند. اولین پرواز بریتیش ایرویز به ایران در سال 1956 میلادی به تهران انجام شد. این شرکت در سال 2012 در پی تنش‌های سیاسی پروازهایش به ایران را متوقف کرد. ساعت چهار بعد از ظهر کاخ الیزه و از این لحظه تمام فیلمی که مشاهده خواهید کرد اختصاصی و با دوربین تلویزیون ایران فردا گرفته شده است چند لحظه دیرتر آقای اولاند میهمان خیش نخست وزیر سوئد را بدرقه می کند تا دقایق دیرتر آقای جان مارک ایرو وزیر خارجه فرانسه به بیاید و هر دو با رئیس جمهور به استقبال آقای ظریف به روی پلکان الیزه امری نبی سابقه اما کم دیده شده دست بزنند آقای جواد ظریف با شتاب زدگی و لبخند خوشنودی برای حضور با توقف بسیار کوتاه به داخل کاخ رفت. میدانیم که دیروز مراسم افتاری به ابتکار سفیر جمهوری اسلامی آقای علی آهنی برگزار شد. چهارشنبه صبح در کاخ سنا دیدار آقای ظریف با رئیس مجلس سنا آقای جرار لرش انجام گرفت و عصر چهارشنبه ابتدا الیزه و سپس وزارت خارجه آخرین مراحل دیداری آقای ظریف بود تا فرانسه را به سمت هلند ترک کند در هیده اقتصادی جدا از موضوع ارباس خبر از ایران مخابره شد و اینکه روز سهشنبه رسما کارخانجات اتومبیل سازی پژو قرارداد از سرگیری و ساخت اتومبیل های جدید را برای سال 2017 امضا کردند کمپانی ایران خودرو و پژو سالانه دویست هزار دستگاه اتومبیل خواهند ساخت که سی درصد آن در منطقه به کشورهای دیگر صادر می شود. فرانسه 400 میلیون یورو برای این موضوع سرمایه گذاشته است فرانسه همچنین متحد شده تا در امور بانکی و سرمایه گذاری به جمهوری اسلامی کمک رسانی کند آقای ظریف گفت جهان دریافته که حکومت جمهوری اسلامی به تعهدات خود کاملا وفادار بود است. پاریس تلویزیون ایران فردا برای دومین بار طی چند ماه گذشته دادستانی در یک اقدام غیرقانونی مانع از حضور سید محمد خاتمی در یک مراسم عمومی شد این اتفاق در حالی رخ داد که وزارت کشور و ارشاد اعلام کردند کسی در کشور ممنوعیت از سخنرانی و صحبت ندارد ممنوع تصویری سید محمد خاتمی از سال گذشته توسط محسنی اجری مطرح شد. وی ادعا کرد این ممنوع تصویری از سوی شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شده است. وقتی شورای عالی امنیت ملی این ادعا را رد کرد، سخنگوی قوه قضایی بار دیگر تاکید کرد که رئیس جمهوری اسبق ممنوع تصویر است. اقدامات غیرقانونی برای ممنوع تصویری و عدم اجازه سخنرانی به برخی از شخصیتها در کشورمان امر تازه این نیست اما مسئله عجیب به دامنه محدودیتها برای کسی است که هشت سال رئیس جمهور کشور بوده است بر اساس گزارش های منتشر شده قرار بود همایش اخلاق و نیایش روز گذشته با سخنرانی رئیس جمهوری اسبق کشورمان برگزار شود اما باز هم دادستانی در یک اقدام غیرقانونی مانع از حضور وی در این مراسم شد سخنران اصلی این همایش نیز بر اساس برنامه از پیش اعلام شده سید محمد خاتمی بود و قرار بود جوایز هفتمین دوره جایزه اخلاق و نیایش در آینه هنر و پژوهش با حضور و امضای رئیس دولت اصلاحات به هنرمندان و فرهنگیان برگزیده اهدا شود. کانال تلگرامی دیدبان رسانه دولت خبر داد که به گفته مجری برنامه به دلیل بروز مشکلی وی نتوانسته در این مراسم حضور یابد وی اشاره‌ای به مشکل ایجاد شده نداشته است اما پیش از این سید محمد خاتمی برای حضور در مراسم ساده ازدواج دختر میر حسین موسوی در هتل لاله اجازه حضور نیافت. محافظان سید محمد خاتمی با حضور در سالن مراسم زمینه حضور وی را فراهم آورده بودند که پس از آن با حکم دادستانی و اندک درگیری وی نتوانست در برنامه شرکت کند. روز گذشته رخشان بنی اعتماد کارگردان سینما و یکی از برگزیدگان همایش اخلاق و نیایش هنگام دریافت جایزه هفتمین دوره اخلاق با اشاره به ممانعت از حضور سید محمد خاتمی در این مراسم گفت دریافت این جایزه از جناب دولت آبادی افتخار است اما امیدوارم سعه صدر و اخلاقمان به جایی برسد که از حضور سید بزرگوار در جمع هنرمندان و اهالی فرهنگ آن هم چنین جمعی ممانعت نشود. اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در اعتراض به آنچه که بی توجهی جمهوری به درخواست بازبینی قوانین مالکیت اسلحه خوانده شده در صحن مجلس تحسن کردند. دموکرات که هم در سنا و هم در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در اقلیت هستند، خواستار رأیگیری در مورد اصلاحات پیشنهادی تا پیش از آغاز تعطیلات تابستانی کنگره در پنجم ژوئیه برابر با 15 تیر شدند. روز چهارشنبه دوم تیرما ماه دموکرات های معترض به رهبری جان رابرت لوئیس نماینده ایالت جورجیا که تقریبا سی سال عضو مجلس نمایندگان بوده و سابقه طولانی در فعالیت های مربوط به حقوق مدنی دارد در برابر تریبون مجلس تجمع کردند و گفتند تا وقتی که به خواسته آنها توجه نشود صحنه مجلس نمایندگان را ترک نخواهند کرد در واکنش به این تحصن پل رایان رئیس مجلس نمایندگان دستور تنفس صادر کرد و متعاقب این دستور برابر با آین های کنگره دوربین های پخش زنده داخل مجلس قطع شد. برخی از دموکرات ها با استفاده از دوربین تلفن های همراه و شبکه های اجتماعی شروع به مخابره تصاویر تحصن از طریق اینترنت کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که ناکامی در اصلاح قانون اسلحه را بزرگترین ناکامی دوران ریاست جمهوریش توصیف کرده در حساب توییتر خود از اقدام جان رابرت لوئیس برای پیش بردن اصلاحات قوانین اسلحه تشکر کرده است نمایندگان تحصن کرده در مجلس نمایندگان با سردادن شعار تهدید کردند که اگر به لایحه مورد توجه آنها پیش از تعطیلات تابستانی کنگره رسیدگی نشود آنها با تحصن خود مانع از به تعطیلات رفتن مجلس خواهند شد حدود 100 نفر از نمایندگان دموکرات درخواست کردند که قوانین مربوط به کنترل عدم سوء پیشینه مشتریان خرید اسلحه بست داده شود و همچنین به کسانی که در لیست مزنونان به اقدامات تروریستی قرار گرفتند اسلحه فروخته نشود. تلاش جدید دموکرات برای اصلاح قوانین مالکیت اسلحه پس از کشتار اورلاندو که طی آن 49 نفر در یک باشگاه همجنسگرایان در این شهر کشته شدند شکل گرفت اما جمهوری که اکثریت کنگره را در اختیار دارند همچون چند سال گذشته هر گونه تغییر در قانون اسلحه را ناقض قانون اساسی آمریکا می دانند. نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا پیشتر به خبرنگاران گفته بود تا وقتی در مورد قانون ارائه شده رأیگیری نشود تحسن نیز پایان نمیگیرد در همین حال دونالد ترامپ کاندیدای احتمالی جمهوری خواهان برای ریاست جمهوری آمریکا گفته مسئله اسلحه نیست که آقای اوباما و خانم کلینتون با آن متوصل می شوند. مسئله تروریسم است. در خبر دیگر از آمریکا دونالد ترامپ هیلاری کلینتون رقیب خود از حزب دموکرات را فاسدترین کاندیدا در تاریخ ایالات متحده خواند و او را یک دروغگو در کلاس جهانی توصیف کرد که در زمانی که وزیر امور خارجه آمریکا بوده سیاست سوجویی را به حد کمال رسانده آقای ترامپ در بخش دیگر از اظهارات خود که در جریان یک سخنرانی در نیویورک انجام شده به مخاطبان خود گفته خانم کلینتون با فقیر کردن آنها خود را ثروتمند می کند و عامل بی ثباتی در خاور میانه است و گفت که تصمیم های هیلاری کلینتون در زمان مسئولیت وزارت امور خارجه ترویج دهنده مرگ تخریب و تروریسم بوده است دونالد ترامپ خانم کلینتون را متهم کرد که میخواهد مسلمانانی را به آمریکا راه بدهد که زنان را به بردگی میگیرند و همجنسگراها را میکشند در مقابل هیلاری کلینتون در واکنش به حملات شدید دونالد ترامپ گفت حملات ترامپ به این خاطر است که او پاسخی برای مسائل اساسی ندارد خانم کلینتون گفته او فردی با ایده های آری از حس مسئولیت است واکنش خانم کلینتون در جریان کارزاری بیان شده که قرار بود به طور عمده بر سر مسائل اقتصادی متمرکز باشد. شبکه خبری CNN میگوید هیئت مشاوران نامزد حزب دموکرات به این نتیجه رسیدند که لازم است او به برخی گفتای ترامپ واکنش نشان دهد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 8 نوامبر برگزار می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به انتشار اخبار و تصاویر درباره تعرض به برخی غیرنظامیان در فلوجه دولت عراق را به حمایت از شهروندان در برابر هرگونه اقدامات انتقام جیانه ملزم کرد فرانس دلاتر نماینده فرانسه که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد روز چهارشنبه دوم تیر با اشاره به نیروهای هشتل شعبی تأکید کرد دولت عراق باید مانع از ارتکاب هر تهدید یا حرکت انتقام جیانه علیه غیرنظامیان فلوجه از سوی گروه های شبه نظامی شود. همزمان هیئت وزیران عراق نیز خواهان کمک به تأمین کلیه نیازهای آوارگان فلوجه و دیگر مناطق آزاد شده تلاش برای بازگرداندن وضعیت این مناطق به حالت طبیعی و برقراری امنیت در این شهرها و فراهم کردن امکانات برای بازگشت ساکنان به منازلشان شد دولت عراق در ادامه بر لزوم حضور مسئولان و پیگیری میدانی شرایط آوارگان و خواسته هایشان تأکید و موافقت خود را با راه اندازی کمپین ملی برای حمایت از آوارگان و جبران خسارت آسیب دیدگان در استان الانبار اعلام کرد پیشتر ایالات متحده آمریکا از اختصاص 20 میلیون دلار برای کمک به آوارگان اراقی که جنگ در فلوجه آنها را آوار کرده خبر داده بود جان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که این کمک ها تنها بخش کوچکی از یک مجموعه بزرگ هستند و به زودی از طریق کمیساریای عالی امور پناهندگان کمک های دیگری جهت برپایی از اردوگاههایی برای اسکان آوارگان اعلام خواهد شد. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که گزارش های تازه ای از نقض شدید حقوق بشر به دست شپنظامیان به دست آورده است. پس از گذشت حدود یک ماه از آغاز حمله به فلوجه نیروهای عراقی در تلاشند مناطق باقی در شمال و غرب شهر را از شپنظامیان نظامیان داعش باز پس بگیرند هزاران غیر نظامی از این شهر که اکثر ساکنان آن سنی هستند فرار کردند استاندار الانبار هفته پیش گفت 49 مرد از غیر نظامیان سنی پس از آنکه خود را به شبه نظامیان شیعه تسلیم کردند اعدام شدند و بیش از 600 تن ناپدید شدند سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت دو فیلم ویدیویی جدید از تعرض به غیر نظامیان در فلوجه به دست آورده است بنابراین گزارش در دو فیلم ویدیویی تعرض کنندگان لباس نظامی به تن دارند و هنوز مشخص نیست به کدام گروه وابسته هستند سخنگوی کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که از چند منبع گزارش های حاکی از این تعرضها ها و نقض حقوق بشر به دست آمده است پیشتر سازمان ملل متحد از دولت عراق خواسته بود در باری گزارش های حاکی از نقض حقوق بشر که میتواند باعث تشدید تنش فرقه‌ای در عراق بشود تحقیق کند. گزارش حاکی از آن است که شماری از نظامیان در این رابطه دستگیر شدند. به دنبال اظهارات مقام های امنیتی ایران در مورد کشف توطعه های تروریستی گروه های تکفیری وهابی رئیس کل دادگستری استان خوزستان نیز روز چهارشنبه گفته است برخی از اعضای تیم‌های خرابکاری که قصد ورود به مرکز کشور را داشتند در این استان کشته شدند به گزارش خبرگزاری تسنیم فرهاد افشارنیا رئیس کل دادگستری استان خوزستان در دیدار با نماینده آیت الله ای در این استان از شناسایی و دستگیری چند تیم عملیاتی خرابکارانه طی روزهای اخیر در این استان خبر داد و گفته است هیچ تهدید خارجی و داخلی نیست که از دید معموران انتظامی و امنیتی استان پوشیده بماند وی افزود در مدت اخیر طی دو سه فقر عملیات چند تیم خرابکاری دستگیر شده و برخی از اعضای این تیم ها به هلاکت رسیدند رئیس کل دادگستری استان خوزستان تعداد کشته ها و بازداشت شدگان را مشخص نکرده است اما وزیر اطلاعات ایران روز گذشته گفت که ده نفر در این ارتباط بازداشت شدند محمود علوی وزیر اطلاعات ایران گفته بود بازداشت شدگان در سه استان مرزی و مرکزی کشور به دام نیروهای اطلاعاتی افتادند ولی نام این استانهای مرزی را به میان نیاورده بود وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود تروریست ها پنجاه هدف انفجاری را شناسایی کرده بودند و مواد منفجری برخی از اهداف را آماده کرده و برخی دیگر را در حال تهیه تدارک و دریافت بودند به گفته وی در جریان عملیاتی که از 25 تا 31 خرداد 1395 انجام شد معادل 100 کیلوگرم مواد آماده انفجار و ترکیبات پیش آن کشف شد و از تحویل دو تن از این مواد به تروریست نیز پیشگیری شده است این در حالی بود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز دوشنبه در بیانیه‌ای از کشف یکی از بزرگترین توطئه‌های های تروریستی گروه های تکفیری وهابی خبر داده بود رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز از دستگیری گروهی خبر داده که آن را باند جاسوسی گروهک تجزیه طلب در تبریز نامیده است روز پنجشنبه سوم تیر حجت الاسلام مزفری گفت اعضای این باند شش نفره جاسوسی موسوم به گامو اسناد طبق بندی شده نظامی و اقتصادی را جمع آوری و در اختیار دشمنان نظام قرار می وی در این خصوص توضیحات بیشتری نداد رجب طیب بردغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است که ترکیه هم می تواند یک همه پرسی به سبک بریتانیا برگزار کند و از مردم بپرسد که آیا میخواهند مذاکرات برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا ادامه پیدا کند یا نه آقای اردوغان روز چهارشنبه بیست دوم ژوئن در یک سخنرانی در استانبول گفت ما می توانیم از مردم سوال کنیم درست مثل آنچه که بریتانیایی ها انجام می دهند رای دهندگان بریتانیایی امروز پنجشنبه با شرکت در یک همه پرسی در باری ادامه عضویت یا ترک اتحادیه اروپا تصمیم گیری می کنند رئیس جمهور ترکیه پیش از این هم بیاد در اتحادیه اروپا را به عنوان یکی از اهداف استراتژیک ترکیه مطرح می کرد. این نخستین بار است که او پیشنهاد برگزاری همه پرسی برای ادامه روند پیوستن این کشور به اتحادیه را مطرح می کند. آقای اردوغان تصریح کرد ما خواهیم پرسید مذاکرات با اتحادیه اروپا را ادامه دهیم یا متوقف کنیم اگر مردم موافق بودند آن وقت می توانیم کارمان را ادامه دهیم ترکیه از سالها پیش در حال مذاکره برای پیوستن به اتحادیه اروپا است اما این روند با موانع زیادی روبرو شده است حدود سه ماه پیش ترکیه و اتحادیه اروپا به توافقی مهم رسیدند که انتظار میرفت های میان دو طرف را کاهش دهد و باعث از سر گرفتن روند مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه شود اما در عمل چون این اتفاقی نیفتاد اتحادیه اروپا اعلام کرد تا زمانی که ترکیه قوانین ضد تروریستی خود را تغییر ندهد نمیتواند خواست این کشور برای شرایط سفر بدون ویزای شهروندانش به اتحادیه را فراهم کند آقای اردوغان در سخنرانی دیروز خود خطاب به اتحادیه اروپا گفت شما به تعهدتان پایبند نبودید این روی زشت شماست وقتی اردوغان روی زشت شما را آشکار می کند عصبانی می روزنامه امروز اکیپ با تیتر درشت چه جشنی آغاز شد فرانسه برابر ایرلند یک شنبه آینده در لیون پیش از آن کرواسی پرتغال در لانس و دوشنبه آینده بازی ایتالیا و اسپانیا و البته انگلستان و ایسلند امروز بازی نیست اما آنچه که در بازی های دیروز اتفاق افتاد نتایج مهمی داشت بلژیک و سوئد یک بر در روز خداحافظی زلاتان ایبراهیموویچ و نتیجه مهم برای ایرلندی ها که پنج دقیقه به پایان برابر ایتالیا گل زدند و ایتالیا که پیشتر صد نشینی گروه رو تضمین کرده بود نگران دور بعدی با اسپانیا است نتیجه پیروزی ایرلند این تیم رو به جای ایرلند شمالی رقیب فرانسه ساخت یک بازسازی از آخرین دیدار دو تیم در بازی برگشت جام جهانی 2010 و داستان گلزنی با دست تری هانری گلزن فرانسه بار دیگر زنده شد در بازی دیگر بلژیک در مکان دوم گروه قرار گرفت پس از ایتالیا بلژیکی ها تا دقیقه 84 صف کردند یک ورسه برابر سوئد این پیروزی بلژیکی ها را به طور شگفت‌آوری درها را رو به روی مجارستان باز کرد در همین بازی پایان دادن به زندگی حرفه‌ای زلاتان ایبراهیموویچ بود که بدون گلزنی زمین را ترک کرد سوئد هست شد مربی تیم ملی سوئد گفت من فکر نمی کنم زلاتان جدیدی پیدا شود و آقای خاص و منحصر به فردی که در فوتبال ما بود ایبرا همین ایبراهیموویچ با 116 بازی ملی 62 گل زد که یک رکورد برای سوئد است و البته بیشترین درآمد رو هم داشت 140 سروتمند سوئد با یک و دو میلیارد کرون سوئدی و 130 میلیون یورو درآمد. نخستین اورو یعنی جام ملت اروپا با 24 ملت در دور نخست خودش رو پشت سر گذاشت و حالا تابلوی پایانی قطعا برای دوستداران فوتبال لذت بخش و هیجان انگیزی یک طرف جدول اسپانیا، ایتالیا، آلمان، فرانسه و انگلیس تیم که روی هم با نه قهرمانی در جام جهانی و 11 قهرمانی در اروپا قرار دارند و طرف دیگر جدول با کرواسی، بلژیک، پرتغال و ولز بدون هیچ قهرمانی نه در جام جهانی نه اروپا این یورو نشان داد که بازی آسان وجود ندارد ایرلند در برابر ایتالیا این رو ثابت کرد کریستیانو رونالدو نخستین بازیکنی شد که چهار در چهار قهرمانی گل زد ایسلند مجارستان ولز و ایرلند شمالی در نخستین حضورشون دور بعدی رسیدن در پایان باید دست کم امیدوار بود که نخستین بازی های دور کشتوم صحنه نمایش همه حساسیت ها و هیجان های فوتبال باشه روزنامه های ورزشی امروز انگلیس تیتر قشنگی زدن زمان شکستن یخ با اشاره به آیس در جلوی اسم آیسلند یا ایسلند مارک ویلموتس مربی بلژیک هم گفته این دور جدید مسابقه است روز خیر تا دور بعدی گفتگوی ما با شما